سلام، وقتتون بخیر. شما را دوباره خوش آمدید میگیم. ممنون از اینکه بیننده برنامه اقتصاد ما بودین. تا نیم ساعت ابتدایی برنامه خدمت شما هستیم. این بار در برنامه مثلث فقر تا نیم ساعت دیگر خدمت شما حضور داریم. میپردازیم به مسائلی که اون مثلث فقر را میتونه به وجود بیاره. از چیزی که از نام برنامه پیدا و یا هویداست، فقر در اینجا وجود داره. فقری که هر چقدر کار صورت میگیره، هر چقدر برنامه روی دست گرفته میشه، بنابراین هر چقدر پلان روی دست گرفته میشه تا با این فقر مجادله صورت بگیره و بتونن ابعاد فاجعه آمیز فقر را جستجو بکنن و با اون مبارزه بکنن، اما متاسفانه هیچ تأثیری نمیتونه بر کاهش فقر در افغانستان داشته باشه. پولهای زیادی به افغانستان آمد، پولهای سرسام‌آوری به کشور سرازیر گردید تا اینکه بتونه التیام بخش دردهای ملت افغانستان از ناحیه فقر و اقتصاد ضعیف و بیکاری در میان جوانان و مردم افغانستان بگرده. اما هیچ برگی از درخت تکان نخورد و هیچ تاثیر رو ما در وضعیت اقتصادی و فقر و بیکاری خانواده های مردم افغانستان مشاهده نکردیم. علت واقعا در چیست؟ آیا اون پول ها، سرنوشت اون کمک ها و اون پلان ها اما برای جیب ها و منافع شخصی استوار بود تا اینکه بعضی از افراد سودجو بتونن از اون استفاده بکنن و برای نفع خود کار بکنن، یا اینکه مسئله در این است که ابعاد فقر گسترده تر و کلانتر و بی پیشینه تر و بی رویه تر در افغانستان گردیده است و نمیتونه که این حکومت با این وضعیت مجادله بکنه و نیاز به گذشت زمان و سالهای متمادی است تا اینکه ما نهایتاً بتونیم فیصدی خیلی زیادی را در تغییر وضعیت مردم افغانستان مشاهده بکنیم. پیرامون این موضوع بحث میکنیم با پروفسور رحمت الله غمی، سفیر ملل متحد و عضو حقوق بشر اتحاد اروپا، و دیدگاهشون را بیشتر سعی میسازیم. خیلی خوش آمدید آقای غمی. سلام، عرض ادب بر شما و همه بینندگان شبکه جهانی تلویزیون افغان بزنس، عصر شما بخیر. ممنون آقای غمی. چرا فقر کاهش پیدا نمیکنه در افغانستان با درک تمام تعهداتی که صورت گرفت، با درک تمام پولهایی که آمد در افغانستان، با درک کسانی که نشستن در چوکی ها و قدرت تا اینکه با این فقر مبارزه بکنن، چرا موفق نمیشیم با این وضعیت مجادله بکنیم؟ ببینین، من میخوام در قدم نخست یک مقدمه در این مورد داشته باشیم. فقر یک پدیده زجری در جامعه بشری موجود هستند که بر اثر ضعف یا ناتوانی های حکومت داری و یا بر اثر قلمرو دوردست که در برگیرنده اقلیم و آب و هوا یا بر اثر ازدیاد بیش از حد نفوس در یک کشور، ما اگر امروز یک نظر یک دید داشته باشیم همانند کشورهای آفریقا و دیگر کشورهای آسیایی این موجود هستند. و برمیگردیم بر در جامعه افغانستان. جامعه افغانستان اگر اصولی ما یک دید داشته باشیم، جامعه افغانستان یا حکومتداری افغانستان از هر لحاظ ما عقب مانده می باشیم که یکی از او مهمترین چیزش که هستند که فقر روز بر روز زیاد شده میره. من در قدم نخست بر شما اشاره کردم که ناتوانی های دولت یا ضعف دولت ما در افغانستان، چون افغانستان یک نقطه استراتژیکی محسوب میشن و از این لحاظ جهان در اینجا مصروف هستند و میخواین که تشکیلات دولت به شکلی که مثال نیمه فعال و تشکیلاتشان ناشایسته و غیر اصولی وجود داشته باشند تا رسیدگی به مو نیازمندی که در یک جامعه حاکمیت که مثال ضرور است که انجام بدن. از این لحاظ ما با این مشکلات ها سر دچار هستیم. و تا چه زمان باید آقای همه این مشکلات را ما متحمل بشیم و بپذیریم و این مصیبت ها بالای ما وجود داشته باشه؟ چرا روزی و یا زمانی فرا نمیرسه تا ما از این مصیبت ها نجات پیدا بکنیم؟ به چه زمان باید چشم بدوزیم و تا چه زمان باید امید داشته باشیم برای تغییر وضعیت، چیزی که متاسفانه هیچگاهی تغییر نمیکنه؟ ببینین، ما بعضی نکات مهمشانه که براتون اشاره کردیم که حکومت ما و دولت و دولتداری ما تنوز ما مستقل نیستیم، تحت یک فشار یا یک فشارهای بیگانه ما هستیم که اما یک تشکیلاتی که چیزی که یک روند سالم
ما می داشتیم نداریم تانوس. آیا خود ما نخواستیم این روند سالم را به وجود بیاریم، یا اینکه ما را نگذاشتن تا اینکه ما بتوانیم کاری را انجام بدیم، یا اینکه در اینجا کسانی بودند که معامله گران بودند و تبانی میکردند و هیچگاهی خواهان تغییر وضعیت نبودند؟ سه موضوع را مشوره کردم، کدام از این سه موضوع میتونه بیشتر وجود داشته بله، باشه؟ ما براتون گفتیم دای ما مقصر نیستیم، چون که تشکیلات اداری دولتی ما و تحت فشارهای بیگانه به شکلی که نیمه فعال، ما یک دولت نیمه فعال داشته باشیم و تشکیلاتی که مثال در یک جامعه سالم، در یک کشور سالم که مثال تشکیلاتشون مسلکی اصل شایسته در اینجا موجود نیستند، با تشکیلات ما ناسالم، یک تشکیلات غیر قانونی، یعنی غیر مسلکی، میبخشند غیر مسلکی ما باید داشته باشیم تا که امور رواندی که در یک جامعه که پیش برن، چیز نیازمندی که دارن او را پیش ببرن، که از یکی از نقاط مهمشان که مثال ما میبینیم فقر هستند، چون در تشکیلات دولت وزرا، وزارت خاک هستند، هر وزارت مثل زراعت بخش خودشان، کار بخش خودشان، تحصیلات هر وزارت بخش خودشان فعالیت دارند که او در برگنده یک دست شده و یک منسجم که یک نیروی دولت ایجاد میکنه و این نیرو نیازمندی و آید و همه در بر میگیرند که ما از این لحاظ تنوز شایستگی و او تشکیلاتی که مثال به شکل قانونی که در جهان موجود هستند ما از او رو بسیار عقب مانده، تنوز او تشکیلات ما نداریم. این زمین رو روز به روز ما میبینیم که فقر و مشکلات اقتصادی ما زیاد شده پیش میرن. خلاب، حالا بادر که تمام مشکلاتی که شما آقای غمی از اون بیان کردین و اظهار کردین، چی باید بشه، بازم چی باید بکنیم تا اینکه ما یک تغییر واقعی را بتونیم در تمام ساختار عمومی، خاصتا برای مجادله با فقر و بیکاری روی دست بگیریم، بادر که تمام ناتوانی هایی که از اون روی دست گرفتین، حالا بازم راه حل و یا بیرون رفت وجود داره در اینجا؟ ببینین، مقطع زمان نیاز هستن، ما نمیتونیم که بگویم که بازوترین فرصت اما چندین سال است که ما این گذشت زمان را پشت سر میگذاریم. خب بعضی مشکلات های هستند، بعضی ما قبلا براتون اشاره کردیم که ما آزاد نیستیم، ما مستقل نیستیم، دست ما باز نیست. چه زمانی میرسه که ما بتونیم این آزادی خود را به دست بیاریم و این آزادی را داشته باشیم که هر آن چیزی که به خیر و فلاح ملت ما بشه همون را روی دست بگیریم، پیاده بکنیم، تمثیل بکنیم؟ ما براتون اشاره کردیم قبلا، هم بازم براتون اشاره میکنیم که ما اگر یک تشکیلات سالم داشته باشیم، در قدم نخست یک تشکیلات سالم داشته باشیم، حکومتداری سالم، حکومتداری خوب و تشکیلات اجرایاتشان و نیرویشان به شکل مسلکی یا ما داشته باشیم و یک گام بسیار مهم و مؤثرتر در رفع یا کم ساختن فقر و بعد سوردن پس در بر نرمال ساختن آید میشن. و چیز مهم دوم که هستن که آوردن تامین امنیت، که ما از این رو از هر لحاظ ما مشکلات های امنیتی داریم که هم نیروی خود از دست دادیم و هم نیروی خود مثلا مجبور به مهاجرت ها شدن، که یک بخش مهم نیروی بشری هستن، یک بخش مهم در ساختار آید یک کشور محسوب میشن، که این دو نقاط مهم هستن که میشه اگر ما من نظر بگیریم به سلسله مراتب میشه که یک تصورت مثبت داشته باشن. حالا شما سفیر ملل متحد و عضو حقوق بشر اتحادیه اروپا هستین، نقش این دو نهاد معتبر بین المللی رو برای تغییر وضعیت در افغانستان چگونه میبینین؟ اینا هم آقای غمی بنای وعده و تعهد داده بودن برای تغییر وضعیت و ایجاد حکومت داری خوب و مبارزه با فساد، مبارزه با فقر و بیکاری در افغانستان. اینا چقدر توانستن مسئولیت های خود را در حیطه کاریشان ادا بکنن؟ ببینین، بخشی که شما اشاره کردین، کمک ها یا بعضی بخش خیریه هایی که مثال از جهان برای افغانستان تعیین شده بودن و فعلا حال هم جریان دارن، ولی متاسفانه که در هیچ جا دولت ما همچنان یک سلسله مشکلات های داشتن. اگر ما ببینیم در دوره قبلی بسیار کمک ها به افغانستان آمدن، ولی متاسفانه که ما یک تشکیلات شایسته، یک پلان های پلانگذاری هایی که مثال نیاز بودن ما نداشتیم. آن کمک ها و آن چیزی که ما از بیرون داشتیم و کنشون به در رفتن. از این رو اگر ما نمیتونیم که چشم پوشی کنیم، بگویم که مثال کمک های خارجی چی در بخش هر عرصه ها بودن ما داشتیم
ولی ما به شکل سالم او را استفاده نکردیم. از این رو سرنوشتون تبریک کمک میکنم. ها پس چه شد؟ اگر استفاده صورت نگرفت، خب پول آمد، کمک آمد، چی شد سرنوشتشان؟ ببینین بعضی کمک هایی که مثال آمدن، ما بعضی پلان ها و طرحهایی داشتیم که او هیچ مفیدیت اون چیزی که ما نیاز داشتیم که مثال انجام شوند، بعضی طرحهایی که مثال ما عدم مسلکی بودن و اون چیزی که مثال ما نیاز داشتیم، پلان های و طرحهایی که بودن و سرزو با پول و با مصارف گزاف سرشون مصرف شدن و چیزی که مثال بعضی کمک ها و چیزایی که بودن اینجا ما اگر براتون بگویم بعضشان رفتن به جیبای کسی که در این رس بودن و پول و چیزها را بله. به دست آوردن، این نقاط مهم شغل بودن. ما نتونستیم با اونا مبارزه بکنیم، ما نتونستیم در قبال فسادی که اونا کردن برخورد بکنیم. ببینین وقتی که در یک حکومت داری فساد، عدم مسلکی بودن و نامنی ها و مشکلات هایی که در میان می آیند، باز در این نظام مختل میشه. دی وقتی که نظام مختل شدن، باز آن اندازه که مثال شایسته سالار هستن یا بخشی که مثال شایسته سالار هستن و را هم زیر پا میکنن و نمیتونه که در مقابل ویروس روند حکومت داری وحدت ملی را اگر بخواین ارزیابی بکنین، این حکومت برای اینکه برخورد بکنه با پدیده های متفاوت، خاصتا پدیده ای که بیشتر دست به گریبان مردم افغانستان است، فقر، این حکومت چی کرد؟ 5 سال آقای غمی، شما من حیث یک کسی که تحلیلگر هستین و وضعیت را میبینین، 5 سال برای این حکومت برای مجادله با فقر چگونه بود؟ ببینین ما یک شخص آزاد هستم، به هیچ طرف ما وابستگی ندارم، ولی اگر باز هم اگر قانونی مدید داشته باشیم، حکومتداری هایی که مثال قبلا ما در پشت سر داشتیم، اینمی خرابی ها و اینمی مشکلات هایی که مثال قبلا صورت گرفته بودن، ما امروز قربانیشان هستیم. اونمو عوامل هستند و حکومتداری دکتر صاحب اشرف احمدزی که بودن، اشرف غنی، تا هنوز اگر ما ببینیم تکس و دهلیس ها بعضی چیزهای بنیادی ساختن، اما این نتیجه برای تغییر وضعیت مردم نداشتن. نیاز است، من فکر میکنم که این همیشه تمام مردم و یا تحلیلگران تاکیدشون به همون دهلیس ها و همون راه های ترانزیتی و تجارتی است. این راه های ترانزیت تجارتی اگر بتونه نهایتا یک سودی را به یک تعداد تجار و سرمایه گذار داشته باشه، تغییر را که باید ما در خانواده ها مشاهده بکنیم، این تغییر ما در خانواده ها و وضعیت فقر متاسفانه تا به امروز ندیدیم. ببینین ما در قبلا براتون اشاره کردیم این دهلیز ها و این ساختار هایی که مثال تکس و نو آل که آغاز شدن، ولی مقطع زمان نیاز است تا که من میگم که اما خب الان این مقطع زمان را مردم افغانستان صبر کردن، تحمل کردن، حوصله کردن، وضعیت امروز را چگونه باید تغییر بدیم؟ خب اون مقطع زمان را میگذاریم سر جایش، برای امروز که مردم افغانستان نان خوردن ندارن، برای امروز چی باید بشه؟ آیا ما امروز را باید پشت سر بگذاریم، منتظر مقطع زمان و یا گذشت زمان باشیم؟ ببینین دی امروز باز هم باز اگر یک دید داشته باشیم، خوشبختانه نیروی جدید ما، جوانای ما دی خوشبختانه که همشون آگاستن و همه دست به دست شدن و میبینیم که روز به روز تلاش میکنن، مبارزه میکنن در مورد اینمی ویروس، دی بدبختی هایی که مثال قبلا داشتیم. درست است مشکلات های ما فعلا داریم، چون وقتی که یک کشور مشکلات های اقتصادی به میان میآیند، او یک مقطع زمان طولانی میگیرند. اگر مثال ما دید داشته باشیم به کشور هندوستان بعد از استقلال که متاریخچه گاندی بیارم مطالعه کنیم، بسیار مقطع زمان گرفتیم، ولی امروز یک کشور جهانی محسوب میشن. ما نمیتونیم، چون ما تنوز همو ویروس هایی که از قدیم برای ما ماندن، خب باز هم ما چیم پوشیم، یعنی 18 سال هیچ بود و ویروس هایی هست که نمیگذاره ما کار بکنیم. آیا ما کسانی رم داریم که با این ویروس ها مبارزه بکنن؟ آیا کسانی هستن که این ویروس ها را از بین ببرن؟ یا این که خود این کسان هم که هستن اینا هم خودشان ویروس هستن، ویروس با ویروس چگونه میتونن؟ ببینین ما در قدم نخستم برتان اشاره کردیم که ایجا ما حکومت داری که هستن تحت فشارهای خارجی هستن، چون که ما قربانی نقطه استراتژیکی خود هستیم. باید یک تشکیل یک دولتداری نیمه فعال، نه به درستی اکتیو باشن، ان اکتیو باشن، خب یک
متوازن و تشکیلات شما آدم مسلکی با بدن. خواست خارجی ها البته. ما میگم ما چون که نیروی خارجی مثال یعنی خارجی ها تعهد برای تغییر وضعیت ندارن. طبعا ایره ما چرا ندارن؟ حالا خارجی ها و جامعه جهانی خب در کشورهای دیگر آقای غمه کارهای خیلی بنیادی و اساسی رو روی دست میگیرن و اون کشور اون جامعه رو به توسعه و پیشرفت میبرن. چرا جامعه جهانی برای افغانستان صداقت ندارد؟ ببینین من براتون میگم که وقتی که من میگم که افغانستان قربانی نقطه استراتژیکی خود شدن و این معنا که هر اینجا سیاست های مثال جهانی اینجا مصروف هستن، هر کس یا هر طرف امو پالیسی های پالیت های خودشان ندارن، شاید کتا مدت طولانی مدت از خود یا نمیخواین ما اگر در تاریخ بیاییم از بسیار مدت میشه که ما دمی جنگ دمی قربانی ما درگیر هستیم، از این رو ما هم یک سلسله تحت فشار هستیم که ما باید یک نظام شایسته فعالیت مسلکی باید ما نداشته باشیم، همین نظامی داشته باشیم که عدم رسیدگی به نیازمندی. این وضعیت تا چه زمان؟ این ما میگم تا که جهان سیاستگذاری جهان با هم به تفاهم نرسیده باشن و ما آیا تمام هستیم. جامعه جهانی این گونه نیت خیر ندارن و یا فقط در جامعه جهانی یک تعداد کشورهایی هستند که منافع خود را اینجا دنبال میکنن؟ ببینین این مطابق قلمرو اون کشورهایی که مثال ما که میبینیم اول کشورهای اول قدرت هستند که همشون میجنگن و هر کشور اهداف خودشان را دارن، ما نمیتونیم که بگیم در کل و ما نمیتونیم که بعضی کشورهای مشخص خب ولی از چه مجبوریت آقای غمی در اینجا وجود داره که ما تن بتیم به خواسته های جامعه جهانی و هر آن چیزی را که جامعه جهانی از ما خواست ما به همون ساز بریم؟ یعنی چه مجبوریتی از در اینجا که ما را ساکت گذاشتن؟ ببینین ما وقتی که تای سال ها میشته که ما قربانی هستیم، آل امو سیاست گذاری هایی که جستن و ما را بر اساس که به امو روند یا به امو کتاری که فقر رو که روز مره ما بیمینیم که هر روز از هر لحاظ که ما عقب مانده هستیم، اون امو عقب ماندگی ها ما را مجبور ساختن که ما در این پروسه یا این چیزی که یا خاص یا هستن و چیزی که یا میخواین باید براون یا براوش های و ما باید پیش بریم. اینمی نقطه اساسی هستند که ما تای سال هاستیم قربانی یا ما گشتیم. خیلی خوب، پس با کی باید توقع کرد؟ با کی باید امید داشت تا این وضعیت را بتونه نهایتا آقای غمی تغییر بده؟ ما براتون اشاره کردیم قبلا نیروی جدید، اما نیروی جدید هدفتون از نیروی جدید جوانای ما که اصلا نیروی جدید جوانای ما باید تلاش کنن از هر لحاظ. اما اگر بخوایم الان در قبال این نیروی جدید و اون جوانی که شما از اون نامی برین بیشتر گپ بزنیم، همین جوان ما و نیروی جدید ما را بیان کم تحلیل و ارزیابی بکنین آقای غمی در چه حالتی قرار دارن؟ درست است جوانای ما هستن امروز خوب، ولی من میگم هم مشکلاتی داریم که ماجر اما باورمند نیستیم که مشکلات نیروی جوان و یا نیروی جدید خیلی کلان و گسترده است و نمیگذاره تا این نیروی جدید بتونه کاری رو برای تغییر وضعیت مردم انجام بتونه. ببینین من براتون میگم هر سکتور یا هر بخششون که تلاش میکنن کلشون دست به دست با هم دست به دست میشه، ولی نیروی جدید من براتون میگم چون آینده جامعه افغانستان به دست واستن، خوشبختانه امروز ما از یک سلسله پیشرفت ها یک سلسله بخش تسهیلی ما جوان های ما یک ذره خوبتر شدن و این روند مبارزه جوان ها میشه که یک تاثیرگذاری بسیار مثبت در این روند که مثال ما در این مشکلات هایی که ما دستچار هستیم میتونه که یک سلسله تغییرات بیارن، ولی در کل این مقطع زمان نیاز است. اما اگر حکومت اراده نداشته باشه و یا حکومت صلاحیت و استقلالیت برای تغییر وضعیت نداشته باشه و یا حکومت در اینجا در کل نخواهد که تغییر بیاره در وضعیت، جوان چی کرده میتونه؟ ببینین درست است ما نمیتونیم که مثال مستقیما بگیم که مبارزه یا مثال تعارضات و چیزا داشته باشیم، ولی پخش آگاهی و به دست آوردن آگاهی در مشکلات ها میتونن یک سلسله چیزی که مثال مشکلات خواستن میتونن که یک سلسله تغییرات بیارن، ولی در کل نه. خب باز هم نظام بعدی که مثال نظام بعدی میاین نقش جوان ها مثال در او تمثیل میشن
برای بهبود یک نظام درست در آینده کدام میشه نظام که بعدی؟ کدام نظام را شما جوانایی از که آمدنش را دارین گپ میزنید؟ اما بر میگم در آینده جوانا در آینده نقش همی حکومت داری و که ما پلی مثال داریم این مسئولیت ها و صلاحیت ها در آینده بر جوانا سپرده میشه، ولی ما در کل نمیتونیم که مشکل داریم و باید دست به دست بشیریم. اما باور من نیستین که سپردن حکومت و یا نظام های بعدی هم به جوانان به همون جوانان سپرده میشه که پدر و پدر کلانشان به طور مثال در حکومت های گذشته وجود داشتن، الان پسر و نواسهشان میان نظام را به دست میگیرن و همون روند انتقال قدرت به گونه سنتی در افغانستان وجود داره و همون ذهنیت جوان و همون پسر و همون فرزند و نواسه مطابقت به ذهنیت پدر و پدر کلانش داره. ببینید درست است، ما نظام فیودالیسم داشتیم و خرابیا داشتیم و نظام بازار آزاد آمدن کلیسا رو با هم زدن و امروز قربانیش هستیم، ولی باز هم نیروی جدید خوشبختانه اگر براتون بگویم ما یعنی ریسرچ کردیم کسایی که مثال عمو پیش ما که اشاره کردین، ولی نسل بعدی از او بچه و اولادشون او نظریه او روحیه را نداره. مثال کسی که جوان هستن او نمیخواین که مثال چور و چپاول و آسیب باشن، قاتل باشن، نمیخواین، چون جهان افغانستان با جهان وصل است. نیورو یا آیکیو نظریه جوان امروز با که مثال ما قبلا داشتیم تفاوت دارن، هیچ کس نمیخواه. و یک چیز دیگه هستن که ما تای سالها در جنگ بودیم، قربانی بودیم و ما همه از جنگ، از جگرخونی، از خشونت خسته شدیم و مردم خسته شدن. اما این جنگ و این خشونت برای بیشتر کسان سود داره، منفعت داره. درست است، من میگم یک سلسله مردم است، ولی نیروی جدید ما متوقعین هستم و ما باور دارم که آن روندی که مثال آلی داریم یا قبلا داشتیم به او روند، حتی اگر در عقب این وضعیت جامعه جهانی هم نقش داشته باشه، بازم نیروی جوان میتونه کار را بکنه. ابیر ما برات میگم نیروی یا کمک های خارجی یا نیروی خارجی که ایجا هستن درست است، پروسه و پالیت های خودشان دارن، ولی در این باز ما مسئول هستیم که از این موقع استفاده کنیم. خیلی خوب، بین از فقر کم بیشتر گپ بزنین. در افغانستان چقدر فقر وجود داره و دامنه های گسترده فقر چه چیزهایی بوده و چه خرابی هایی را تمرسه تا به امروز به بار بیارن؟ ببینین افغانستان، ما بار بار در هر جای مصاحبه گفتیم که افغانستان از هر لحاظ عقب مانده استن. ما براتون گفتیم حکومت داری، اگر ما از صحبت از حکومت داری کنیم، ما حکومت ضعیف داریم، قبلا براتون اشاره کردیم. اگر بیایم در تشکیلات وزارت ها وزیرایی که مثال دو چوکی نیرو که میشینن مسلکی نیستن، چون که وزارت زراعت هستن، وزارت کار هستن که پابریکا و بخش زراعت هستن، کار هستن، تسهیلات هستن، جوانان هستن، در مجموع اقتصاد هستن، تجارت هستن، یا کلشان دست به دست بشن، در جامعه کار ایجاد میشن، در بیرون کار ایجاد میکنن، دهلیز ها به وجود میاد، در مجموع یک آید برای جامعه بالاخره، آید سالانه یک کشور بالاخره. اما تا زمانی که اگر امنیت نداشته باشیم، بازم ما میتونیم که تاکید بر تغییر وضعیت بکنیم؟ خب ما براتون میگم کل سکتورها رو بر اشاره کنیم که کل سکتورها مسئول است. ای که میای دست به دست میشن بالاخره نظام ایجاد میکنن. ما تا هنوز این نظام نداریم. ببینین تا هنوز شما سرچ کنین درست است، اگر یک پابریکه شخصی داشته باشیم، ما پابریکه دولتی نخواد داشته باشیم، ولی در نظام های قبلی داشتیم. بخش نیروی هم چینو نگم، ما ببینیم بیاین در بخش نیروی هم نظامی براتون میگم، نیروی مسلکی ما به اثر این نامنی از بین رفت و میره و بقیهشون اگر ببینیم ترک طبیعت میره ماجر میشن، یک نام بعدی که مثال بیرون میره و باز متاد میشن پس برگشت میان یک دیگه سیزشان، چون که این نیرو نقطه یا بخش مهم یا نیروی کاری سبب آید یک کشور محسوب میشن. خیلی ممنون، تشکر آقای پروفسور رحمت الله غمی، سفیر ملل متحد عضو حقوق بشر اتحادیه اروپا. تشکر از شما چنان و تشکر از تلویزیون افغان بزنس که برای ما وقت دارند تا ما نظر خود به صفت یک جوان بر جامعه خود پیشکش کنم. سلامت باشین. ما مصمم بر این هستیم تا بیشتر جوانان را دعوت بکنیم، چرا که میگن جوانان آینده سازان هستن. ببینیم که آینده سازان در چه حالتی هستن. بعد از این برنامه شما را دعوت میکنم تا برنامه تحلیل روز را بیننده باشین.
د ژوند د بریالیتوب لپاره چټکتیا اړینه ده. نو له همدې لپاره موږ د اتصالات په چټک 4G اعتماد لرو. د اتصالات غوره انټرنیټي شبکې سره ونښلئ او دوه برابره انټرنیټ لاسته راوړئ. د 4GB کڅوړه فعال کړئ او 4GB انټرنیټ وړیا لاسته راوړئ. د ګډون لپاره 4GB ولیکئ او 3.8 ته یې واستوئ. ستوری اتاتیا یو اتیا علامت نمبر ډهل کړئ او د خپلې خوښې کڅوړه وټاکئ. د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. دایره 39 افشاگر فسادگران. دایره 39 مصمم از ترنو اسناد، مدارک و شواهد کتبی، صوتی و تصویری را که دلالت بر افشای فسادگران مالی، شرکتها، بانکها، نهادها، مؤسسات و مقامات حکمی و حکومتی نماید، جمع‌آوری نموده تا از طریق برنامه افشاگر تلویزیون افغان بزنس پخشون نشر گردد. بناهن، شهروندانی که چنین اسناد در اختیار دارند، می توانند با حفظ هویت و محرمیت اسنادشان را به دایره 39 تحویل و پاداش دریافت نمایند. یک بودجار با 13.5 ساعت، امروز یک بودجار با 14.5 ساعت رفت. او یک آدم غریب از کجا کنه؟ اما قانون ما کو که عدالت ما کو که در دیگه ما مالک اسلامی در ماه رمضان که میشه فریمانی سرزانی است و در ملک ما تجارای ما گفتی اگه آن تا سونه جیبای مردم سعی کردگی بر جمالش کنن است. موزیم بوده که ببرم. ما خود ما 6 سال رایل هستیم. 6 سال رایل هستیم. روزی شده که ما به دین اسلام هم رفتیم. من سفید هم هستیم. کارگرم نداریم. یک دخترم که بچه‌م در مکتب مره. این مال او دیگه چند روز شده که ما را گفت تو کتابچه رسم برو. ما کار نی دیگه ما کتابچه رسم بریم داشت ما. دیشب رفتم گفتم یک تر کاری در خانه بگیرم مگه دسته داره پا خودتی نه بابا خورما مرمو خورما گرفتن ندنستیم خورما چی خورما پش خریدن هم شاید اگر می اثار دولت بانک توزیع بالاتر کنه اثار پایین بیاره ان شاء الله هیچ گپ نه تمام چیز مون دار دولت هم کاری کنه بانک جهانی هم کاری بانک ملی هم کاری کنه این مشکلات مردم صرف سر به خاطر می اثار است اگر دو سه بار توزیع زیاد شوه ان شاء الله هیچ مشکلی افغان بزنس کلاب من حیث فراهم کننده تسهیل کننده و مشاوره دهنده به شرکت ها و افراد به خاطر شرکت در تجارت های مختلف عرضه خدمات می نماید. بناهن اگر تجارت تولیدی، خدماتی یا شرکت وارداتی عایداتی دارید اما می خواهید تجارتتان به شکل شراکت با فروش سهام انکشاف یابد و پرمنفعت گردد و یا اگر پول نقد بالاتر از 5000 دلار دارید اما سیستم عایداتی ندارید و به دنبال شریک مطمئن سرمایه گذاری، منفعت و شراکت در تجارت ها با خرید سهام شرکت ها در کابل استید با ما تماس بگیرید. زیرا ما باور داریم بدون شراکت در حایت و بدون خرید و فروش سهام موفقیت و منفعت در تجارت امروزی بعید است. هموطنان عزیز، آیا می دانید نوشابه ها نسبت داشتن قند زیاد و سایر مواد مضر باعث چاقی امراض قلبی، مرض شکر و ضعیف شدن استخوان ها بخصوص نزد اطفال می گردد. لذا از استفاده آنها خودداری نمایید. افغانی زموندی ویار، اقتدار او ملی هویت نخده.